حکایت اول، قدرت کلمات. روزی از روزها که مثلش فراوان چند قورباغه از جنگلی عبور می کردن که ناگهان دوتا از آنها به داخل چاهی عمیق افتاد. بقیه قورباغه ها که در کنار گودال جمع شده بودند، وقتی دیدن گودال چقدر عمیق است، به آن دو گفتن چاره ای نیست، شما به زودی می میرید. آن دو قورباغه این حرفا را نادیده گرفتند و با تمام توانشان کوشیدند که از گودال بیرون آیند، اما دائما قورباغه های دیگر به آنها می گفتند که دست از تلاش بردارید، چون نمی توانید خارج شوید و به زودی خواهید مرد. بالاخره یکی از دو قورباغه تسلیم شد و به داخل اعماق گودال افتاد و مرد، اما قورباغه دیگر حد اکثر توانش را برای بیرون آمدن گذاشت. بقیه قورباغه ها فریاد می زدن که دست از تلاش بردار، اما او با توان بیشتری تلاش می کرد و بالاخره خارج شد. وقتی بیرون آمد، بقیه از او پرسیدن مگر صدای ما را نمی شنویدی؟ معلوم شد که قورباغه ناشنواست. او در تمام مدت فکر می کرد که دیگران وی را تشویق می کند. حکایت دوم، داستان زنده به گور کردن الاغ. کشاورزی الاغ پیری داشت که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بدون آب افتاد. کشاورز هرچه سعی کرد نتوانست آن را از درون چاه بیرون بیاورد. پس برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجر نکشد، کشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتند چاه را با خاک پر کنند تا الاغ زودتر بمیرد و مرگ تدریجی او باعث عذابش نشود. مردم با سطل روی سر الاغ خاک می ریختند، اما الاغ هر بار خاکهای روی بدنش را می تکاند و زیر پایش می ریخت. و وقتی خاک زیر پایش بالا می آمد، سعی می کرد روی خاکها بیستد. روستایی ها همینطور به زنده به گور کردن الاغ بیچاره ادامه دادند و الاغ هم همینطور به بالا آمدن ادامه داد، تا اینکه به لبه چاه رسید و در حیرت کشاورز و روستاییان از چاه بیرون آمد. آری، مشکلات مثل تلی از خاک بر سر ما می‌ریزند و ما همواره دو انتخاب داریم. یا اینکه اجازه بدهیم آنها ما را زنده به گور کنند، یا اینکه از آنها سکوی بسازیم برای صعود. حکایت سوم، داستان فاصله. استادی از شاگردانش پرسید چرا ما وقتی عصبانی هستیم داد می‌زنیم؟ چرا مردم هنگامی که خشمگین هستند صدایشان را بلند می کنند و سر هم داد می کشند؟ شاگردان فکری کردند و یکی از آنها گفت چون در آن لحظه آرامش و خونسردی من را از دست می دهیم. استاد پرسید اینکه آرامش من را از دست می دهیم درست است، اما چرا با وجودی که طرف مقابل کنار ما قرار دارد باز هم داد می زنیم؟ آیا نمی توان با صدای ملایم صحبت کرد؟ چرا پس؟ وقتی که خشمگین هستیم داد میزنیم. شاگردان هر کدام جوابهایی دادند، اما پاسخهای هیچ کدام استاد را راضی نکرد. سرانجام او چنین توضیح داد: هنگامی که دو نفر از دست یکدیگر عصبانی هستند، قلبهایشان از یکدیگر فاصله میگیرد. آنها برای اینکه فاصله را جبران کنند مجبورند که داد بزنند. هرچه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است. آنها باید صدایشان را بلندتر کنند. سپس استاد پرسید هنگامی که دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقی میافتد؟ آنها سر هم داد نمیزنند، بلکه خیلی به آرامی با هم صحبت میکنند. چرا؟ چون قلبهایشان خیلی به هم نزدیک است. استاد ادامه داد وقتی که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد چه اتفاقی میافتد؟ آنها حتی حرف معمولی هم با هم نمی زنند و فقط در گوش هم نشوا می کنند و عشقشان باز هم به یکدیگر بیشتر می شوند. سرانجام حتی از نجوا کردن هم بی نیاز می شوند و فقط به یکدیگر نگاه می کنند. این هنگامی است که دیگر هیچ فاصله بین قلب‌های آنها باقی نمانده باشد. حکایت چهارم، اوج بخشندگی. حاتم را پرسیدن که هرگز از خود کریمتر دیده ای؟ گفت بلی، روزی در خانه غلام یتیم فرود آمدم و وی 10 گوسفند داشت. فرحال یک گوسفند بکشت و بپخت و پیش من آورد. مرا قطعی از آن خوش آمد و بخوردم. گفتم والله این بسی خوش است. غلام بیرون رفت و یک گوسفندان را میکشت و آن موزه را میپخت و پیش من میآورد. و من از این موضوع آگاهی نداشتم.
چون بیرون آمدم که سوار شوم، دیدم که بیرون خانه خون بسیار ریخته است. پرسیدم که این چیست؟ گفتند وی همه گوسفندان خود را بکشت. وی را ملامت کردم که چرا چنین کردی؟ گفت سبحان الله، تو را چیزی خوش آید که من مالک آن باشم و در آن بخیلی کنم؟ پس حاتم را پرسیدند که تو در مقابل آن چه دادی؟ گفت 300 شتر سرخ موی و 500 گوسفند. گفتم پس تو کریمتر از او باشی. گفت هیهات، وی هرچه داشت داده است و من از آن چه داشتم و از بسیاری اندکی بیش ندادم. حکایت پنجم، داستان پینه پروانه. مردی یک پینه پروانه پیدا کرد، آن را با خود به خانه برد. یک روز سوراخ کوچکی در آن پینه ظاهر گشت. مرد که این صحنه را دید به تماشای منظره نشست و دید که ساعتها طول کشید تا آن پروانه توانست با کوشش و تقلای فراوان قسمتی از بدن خود را از آن سوراخ کوچک بیرون بکشد. پس از مدتی به نظر رسید که آن پروانه هیچ حرکتی نمی کند و دیگر نمی تواند خود را بیرون بکشد. بنابراین مرد تصمیم گرفت به پروانه کمک کند. او یک قیچی برداشت و با دقت بسیار کمی آن سوراخ را بزرگتر کرد. بعد از این کار پروانه به راحتی بیرون آمد. اما چیزهای عجیب به نظر می رسید. بدن پروانه برهم کرده بود و بالهایش چروکیده بود. مرد همچنان منتظر ماند. او انتظار داشت بالهای پروانه بزرگ و پهن شود تا بتواند این بدن چاق را در پرواز تحمل کند، اما چنین اتفاقی نیفتاد. در حقیقت پروانه مابقی عمر خود را به خزیدن به اطراف با بالهای چروکیده و تن ورم کرده گذراند و هرگز نتوانست پرواز کند. آنچه این مرد با شتاب و مهربانی خود انجام داده بود سبب این اتفاق شده بود. سوراخ کوچکی که در پیله وجود داشت حکمت خداوند متعال بود. پروانه باید این تقلا را انجام می‌داد تا مایه موجود در بدن او وارد بالهایش شود تا بالهایش شکل لازم برای پرواز را بگیرند. بعضی مواقع تلاش و کوشش و تحمل مقداری سختی همان چیزی است که ما در زندگی به آن نیاز داریم. اگر خداوند این قدرت را به ما می‌داد که بدون هیچ مانعی به اهداف خود برسیم، آنگاه چون این قدرتی که اکنون داریم را نداشتیم. پس اگر کسی دست شما را بگیرد دیگر پرواز نخواهید کرد.